اکسپوزیسیون لافیش کوبن سینما. نمایشگاه پوستر کوبا، سینما و انقلاب 300 پوستر رو در موزه هنرهای دکوراتیو به نمایش گذاشته که بخش عمده اون متعلق به گنجینه خود موزه است. این پوسترها روایتگر دوران طلایی طراحی پوستر در کوبا هستند. دوران طلایی که تنها یک دهه دوام داشت، از 1960 تا 1970 میلادی، که در واقع همزمان بود با سالهای اول پس از انقلاب کوبا. پیش از انقلاب کوبا پوسترها بیشتر تبلیغاتی بودند. شرکت‌های تبلیغاتی اونها رو تهیه می‌کردند. این شرکت‌ها هرچند در کوبا کار می‌کردند، اما همه آمریکایی بودند و در نتیجه همه نشانه‌های تصویری در این پوسترها باز تولید و مشابه پوسترهای تبلیغاتی آمریکایی بود. هیچ هویت زیبایی شناسانه کوبایی در پوسترهای قبل از انقلاب نبود. زمانی که فیدل کاسترو به قدرت رسید، متوجه شد که پوستر میتونه ابزاری باشه برای دفاع از تفکر انقلابی و همچنین سینما. در این راستا او آزادی تمام و کمالی به طراحهای پوستر و گرافیست ها داد. آزادی که امروز برای ما شگفت انگیزه، چون در کشوری نخست سوسیالیستی و سپس کمونیستی قاعدتاً باید یک زبان زیبایی شناسانه تصویری تحمیل میشد. زیبایی شناسی که بهش واقع گرایی اجتماعی میگفتن و در اغلب این کشورها بود. اما کاسترو به طراحهای پوستر چیزی تحمیل نکرد و در نتیجه اونها هم از منابع متنوع و متفاوتی الهام گرفتند، از پاپ آرت و اپتیکال آرت برای مثال، هرچند که اینها ارجاهای غربی و آمریکایی بودند. این آزادی و همچنین اینکه تمام سازمانهای سیاسی و یا هنری در اون دوران سفارش دهنده های عمده پوستر شدن، موجب شد اون چیزی که ما امروز بهش مکتب پوستر کوبا میگیم متولد بشه. میتونیم برای مثال از فلیکس بلتران حرف بزنیم. اگرچه بسیاری از پوسترهای کوبایی این دوره کارهای فیگوراتیو هستند، فلیکس بلتران یک زیبایی شناسی کاربردی، هندسی و نوگرایانه رو به نمایش میذاره. مثلا پوستر بسیار مشهور و کلیک، که پوستریه برای ترغیب کوبایی ها به صرفه‌جویی در مصرف انرژی، چون در اون زمان منابع کشور به دلیل تحریم های آمریکا با خطر کمبود مواجه بود و خب کلیک به این معنیه که چراغ ها رو خاموش کنید. این دوران طلایی پوستر کوبایی به بهترین نحو خودش رو در تولیدات پوستر سینمایی نشون میده. پوسترهای سینمایی نمایانگر برداشت بسیار آزاد از فیلمهای مورد نظر هستند. همه این پوسترها فرمت واحدی دارند، 76 در 51 سانتی متر، و همه با تکنیک سیلک سکرین چاپ دستی شدند. به همین خاطر رنگها خیلی به چشم میان و پوسترها بسیار رنگی هستند. هر کدوم از اون طراحای پوستر برجسته کوبایی مثل ادواردو بش، نیکو و یا آنتونیو ریبویرو با برداشت خودشون از فیلم‌ها زیبایی شناسی متفاوت و منحصر به فردی رو در این کارها به وجود میارن.